سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، با شما خواهم بود و همونطور که در برنامه‌های پیشین پنجشنبه شب‌های تفسیر خبر به آگاهی رسوندیم، در این شماره نیز می‌پردازیم به اخبار ویژه از جمهوری فقیه. جمهوری فقیه گفتم، بارها تأکید و تکرار کردم که نه کنایه است و طنز، بلکه توصیف نظامی سیاسی است که هم نوعی جمهوریت در اون هست و هم فقیه عالی قدر هم بر رأس یا در رأس این نظام قرار داره. نوعی نظام اختراعی ما اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی از زمان اختراع سیاست و نظام های سیاسی تا کنون، از زمانی که روانشاد مرحوم افلاطون تا به امروز، هر کس و کسانی تعریف کردند نظام های سیاسی چگونند و چگونه عمل می کنند. چون این نظامی رو نه در گذشته سراغ دارید و نه در حال و نه در آینده احتمالا و نه در منظومه های دیگر جمهوری فقیه. اخبار ویژه بسیار هست. در این شماره نگاهی خواهیم داشت به اینکه آیا مداحانی که اتهام جاسوسی متوجه اونها شده به خاطر ارتباط با برخی از سفارتخانه‌های مقیم تهران، اینها جاسوس هستند یا در صدد صدور انقلاب و صدور فرهنگ انقلابی اسلامی ایران بودند؟ آیا همان گونه که آقای حداد عادل از بلند پایگان پس از انقلاب در ایران میگوید، مردم آمریکا مردم شهید پروری هستند؟ به گفته ایشون، برداشتی از سخنان آقای حداد عادل و خبرهای دیگر، آیا آنچه که کودک ربایی و قتل کودکان در ایران خونده شده به واقع کودک ربایی و آدم کشی است یا نوعی ترویج فرهنگ برآمده از انقلاب؟ و خبرهای ویژه دیگر با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت و در بخش پایانی نیز پیامهای شما عزیزان بازتاب داده خواهد شد. تا لحظاتی دیگر. یکی از مشکلاتی که ایران پیش از انقلاب داشت طبعا کمبود مداح بود. تعداد بسیار معدودی مداح بود در هر شهری و در بسیاری از شهرها ما فاقد مداح بودیم و حتی فاقد روحانی لازم تعداد کمی بود. دست کم مثلا در شهر خود من مسجد سلیمان یکی دو نفر بودن که به کارهایی نمربوط به روحانیتی که امروز میبینیم مشغول بودن، به کارهای مختلفی از قبیل دفترداری و اینها مشغول بوده. در حال انقلاب این کمبود رو حل کرد، هرچند الان در حال حاضر نیز برخی از مسئولان اشاره میکنن که کشور به شدت با کمبود ملا روبرو هست. بارها هم گفتم این کلمه ملا پیش از انقلاب ارج و قربی داشت، ولی الان وقتی به کار برده میشه نوعی اهانت تلقی میشه از طرف ملایان، ولی قصد ما ابدا چنین نیست. به هر حال بعد از انقلاب اون تعداد مداحی هم که وجود داشتن، بسیارشون خب به سمت‌های انقلابی منصوب شدن، رفتن وکیل، سفیر، وزیر، مشاغلی رو به دست آوردن. ما برای همین چیزها انقلاب کردیم. در واقع به قول آیت الله خمینی رهبر انقلاب، ما برای اقتصاد و خربوزه و هندوانه که انقلاب نکرده بود. این بود که اشرافی که به مداحان میرفت از مقام خود دور بودن، هر کسی که دور ماند از اصل خویش و اینا، تعبیر اینگونه پیدا کرد که مداحان از سمتهای شایسته خود، وزیر و سفیر و اینها، دور بودن و بالاخره به سمتهای خودشون رسیدن. به هر حال، ولی خوشبختانه بعد از انقلاب چنان مداح ما تولید کردیم که میتونیم صادر کنیم، حتی در همین نیویورک، در لس آنجلس، اورنج کانتی، در تورنتو، جاهای دیگه، در لندن، استوکن، جاهای دیگه ما میبینیم مداحان بسیاری هستن. در ماهای
محرم رمضان میان مداحی میکنن به انگلیسی، حتی به زبانهای مختلف. من دیدم به زبان هندی هم مداحی کردن و مداحی میکنن. به هر حال مداحان بسیاری هستند. اخیرا در تهران مداح ششلول من هم داشتیم، ظاهرا یکی از همین آقایون بود که الان آقای هلالی یا اون یکی هستش که متهم شدن به جاسوسی. من این رو، من زامن که چنین نیست، ارتباطی با سفارتخونه ها داشتم، با نصفان سفارتخونه های در تهران و اینها. به هر حال یک زمانی بود در جنگ های اروپایی و جنگ سرد و پیش از جنگ سرد و جنگ های نیمه سرد و نیمه گرمی که جریان داشت، جاسوس هایی بودن مثل متحاری بانوانی که جاسوسی میکنن یا هر چیز. در این داستان ها بسیار دیدید، به خصوص در فیلم های جیمز باند. ما هم فعلا چون به هر حال زنها ممنوع هستن از بسیار از کارها، از جمله جاسوس بودن یا هر چه، حتی زنهای ولایت مداری که هستن ممنوع هستن از این کارها. این هست که متحاری ما هم همینان، آقای هلالی و بقیه هستن. ولی آیا به واقع اینها جاسوسی میکنن؟ من گمان نمی کنم. من زامن که چنین نیست. طبعا رفتن و قصد آموزش داشتن، قصد تعلیم داشتن، قصد این داشتن که آشنا کنن وابسته های فرهنگی سفارتخونه ها رو، وابسته های سیاسی سفارتخونه ها رو، و به نحوی تا اونجایی که دستشون برمیاد انقلاب رو صادر کنن، فرهنگ انقلابی رو رواج بدن، ترویج بدن. یکی از همین آقایون رو دیدیم، از همین متحاری های مکتبی ولایت مدار رو که پای بساط قلیون بود و چه میگذشت. خب اینا تمرین مقدمات پشت پرده است. پیش پرده هم چنین میشه که فعلا در رسانه های دولتی و نیمه دولتی و حکومتی در تهران اومده، ولی من ضامن که چنین نیست. چنین نیست. همین الان شما ببینید تمام این اولاد پسر و دختر مسئولان جمهوری اسلامی که اومدن به خارج از ایران، در همین آمریکا، در همین واشنگتن، در شهرهای دیگه آمریکا، اینا برای چه اومدن؟ برای جاسوسی که نیست، طبعا نیست، برای آشنا کردن مردم آمریکا هست و مردم جاهای دیگه ای که رفتن. یک نمونه از این موضوع رو ما داریم با هم دیگه میبینیم. آقای حداد عادل هست، معرف حضور همه شما عزیزان، از مشاوران آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و از مقامات پیشین حکومت و چنان مقامات متعدد یا متعددی به قول اساتید فن داشته ایشون، که وقت ما کمتر از برشمردن مقامات آقای حداد عادل هست. یکی از مشاغل کوچک ایشون مسئول فرهنگستان ایران هست. میبینیم در یک مصاحبه تلویزیونی درباره داماد مربوطه چه میگویند. دختر این البته خیلی جسارتا بپرسن که خلا این خارج از کشور رفتن ها احیانا به شما که مربوط نمیشه، مثلا از استفاده بورسیه خودشون. نه نه، ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا اومده. بله، یه خانواده شهید پرور در آمریکا. اینجا خانواده های شهید پرور زیاد ما داریم. حالا کم کم خود آمریکاییان در اثر آشنایی با کسانی مانند داماد آقای حداد عادل، فرزندان خانم ابتکار و بقیه و بقیه و بقیه که اطراف اینو آشنا خواهند شد، و به مرور امیدوار هستیم ملت آمریکا هم کم کم طبق روالی که در ایران پیش گرفته شد، از ملت و مردم آمریکا و اینها تبدیل بشه به امت شهید پرور. اشاره شد به این که از خانواده شهید پرور هست. ما الان خانواده های شهید پرور هم داریم که صادر میکنیم، خودشون اشاره کردن. ولی یکی از کارهایی که ما انجام دادیم و یکی از جایگاه هایی که پیدا کردیم در تولیدات قرن بیستم و بعدا همچنان تا قرن 21 ادامه داره، شهید پروری هست. ما هنوز که هنوز ببینین این رو میگن کدوم ملت رو سراغ داریم؟ امت رو سراغ داریم که این گونه هر روز و روز و هر روز و شب شهدای تازه‌ای کشف کنه.
این همه شهید گمنام که ما کشف کردیم بیشتر از در مواردی در بعضی از شهرستانه بیشتر از شهدای صاحب نام و نشان بودن و هر از چنگای خوب میبینین تعداد 150-30-20 شهید تازه کشف شده از جنگ ایران و عراق، بسیار از اونها گمنام. به هر حال این رو هم از مزایای انقلاب باید دونست که ما قبل از انقلاب این همه شهید از کجا داشتیم. الان به وفور هر شهر هر روستا صاحب شهدای گمنام و شهدای با نام نشان هست. سابقا در سراسر ایران دو سه جایگاه بود شهدای گمنام و این کمبود شهید گمنام هم خدا در هر حال بعد از انقلاب حل شد و رفع رجوع شد. آقای حداد عادل یکی از مسئولان اون حیات جمهوری اسلامی، این حیات جمهوری اسلامی چه خبره؟ آقای حمید بقایی با هم میبینیم و میشنویم از معاونان محمود احمدی نژاد. خواهش میکنم برید تو زندانهای ما ببینی چه خبره. من شخصی در سلولمون بود، بذارید بگم، بدبخت 13 ماه بدون بازجویی انداخته بودنش، به خانوادهش هم زنگ نزده. اسمشو نمیدونم. 13 ماه در اتاق ما بود این بدبخت. یه بچه هم داشت، کارمند یه بانک چیزی بود، هواپیمایی بود. بیچاره تلفن هم بهش نمیدادن بزنه. اصلا آقا ایشون جنایتکار. خب یه محاکمش کن، اعدامش کن، تمامش کن، بره دیگه. دیوانه شده بود، اصلا اخلال حواس پیدا کرده بود. یعنی چی؟ برای چی؟ بعد به یارو میگه آقا این کاری که تو میگی خلاف قانونه. میگه نظر منه، نظرمه. مگه مملکت قانون نداره؟ انقلاب کردیم برای این چیزا. جوانامون توی زندانها خون دادن، زمان شاه خون دادن، انقلاب خون دادن که یه ده فاسد مثل اینا بیان سر کار. بعد یه آقایی خودش برگشت همین بازپرس آقای قاسمزاده به من گفت 60 میلیارد تومن آقای حسین فریدون پول گرفته، یه شخصی رو گذاشته هیئت مدیره بانک ملت و میخوایم به زودی احضارش کنیم. بعد از من تو زندان شنیدم گرفتنش. این جمله این آقاست. این جمله خودش گفت، برگشت گفت 60 میلیارد گرفته این کارو کرده. آقای حسین فریدون کجاست؟ یه شب آزاد شد هتل داشت. بهش گفتم تو بگرد در مجموعه احمدی نژاد، یه ریال پیدا کردی محاکمه نکن، بزن تو تمام سایت ها، بزن در تمام رسانه ها. شما ما رو نمیخواید محاکمه کنید، هر خلافی دارید منتشر کنید مستند، ولی پاش وایسید. آقای اژه‌ای میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی. من چه همچی حرفی زدم؟ چرا دروغ میگی؟ دروغ میگه آقای اژه‌ای. مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت، اینجا هم دروغ گفته. من کی همچی حرفی زدم؟ نشون بده بیاره. خب بله آقای بقایی، این حیات و اون حیات به هر حال محاکمه نکنید، بزنید تو سایت ها رسانه. درستش هم همینه، کمان که محاکمه هم در کار نیست. نه دکل ها چه شد؟ حسین فریدون چه شد؟ محاکمه لازم نیست، همین در سایت ها که زده بشه کافیه. در زندان هم فاجعه بار هست. دیدون چه گزارش دقیقی داد، یک گوشه بسیار کوچک از آنچه که در زندان ها میگذره. در حال اگر یک ریال پیدا کردید هیچ نوع محاکمه ای نکنید، فقط بزنید در سایت ها. تو الان هم همین کاری کردن، جای گله نیست. یعنی اینکه آقای حمید بقایی از این حیات، از اون حیات هم که دیگه همین آقای حسین فریدون هست و همه در جریان هست. نه خیال شما راحت و مطمئنن محاکمه در کار نخواهد بود، میزنن تو سایت ها راحت تره. اما صحبت خون شد، خون دادن پیش از انقلاب، خون دادن در جریان انقلاب، خون دادن و الان هم به هر حال پدیده خون فروشی چند وقتی است که در منطقه مناطق حاشیه شهر تهران رونق پیدا کرده است. ما
باز هم از این نظر خوشبختانه یکی از رکوردها رو در سراسر منطقه داریم، یا در سراسر این 30 سال 30-40 سال اخیر داریم، یعنی سرکارمون با خون. اینقدر که ما امت با خون سرکار داریم در افسانه ها و داستان ها نیومده، و این خب خودش باعث سرفرازی و سرفرازی است و از این قبیل. حتی مرحوم دراکولا هم اینقدر با خون سرکار نداشت که ما از صبح بلند میشیم با خون سرکار داریم. بعد در و دیوار تهران سالیان سال نوشته بود از دین خدا که خون میخواهد، تا انقلاب که خون میخواهد، تا همه جو ایران خون میخواهد، همه اینها ما مرتب خون لازم داشتیم. و الان هم که پدیده خون فروشی چند وقتی هست که در منطقه حاشیه شهر تهران رونق پیدا کرده. بله، این رو یکی از رسانه‌های دولتی منتشر کرده که آقای حمید بقایی از این حیات و بقیه در اون یکی حیات هر دو خیالشون راحت از بابت خون و ملت ایران خون داده و اینها به جایی رسیده که دیگه خب یک پدیده است بسیار رو به گسترش در ایران، حتی خون فروشی هست. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در تفسیر خبر و میپردازیم اخبار ویژه. کودک ربایی، شغلی تازه، رویدادهای پیاپی در این زمینه، تا لحظاتی دیگر. خوشبختانه ملیکا دختر 1.5 ساله که ربوده شده بود در مشهد در اصفهان پیدا شد. اما و دیدیم یه کودک ربایی، باز هم جاهای دیگه من دیدم که خبر کودک ربایی، کودکان خردسال رو می روایند و بعد به چه منظوری و منظورهایی که بسیار غم انگیز هست. اما جای شکرش باقی است که روحانیت ما دوران کودکی خودشون رو گذروندن و از این بابت جای هیچ نوع نگرانی وجود نداره که روزی روزگار روحانیت ما در همون سنین طفولیت رو بوده بشن و باعث نگرانی بشه، باز دوباره ما کمبود روحانی داشته باشیم، باز دوباره ناچار بشیم انقلاب کنیم و خون بدیم و خون بگیریم و خون بفروشیم و بقیه مسائل. این است که از بابت روحانیت خوشبختانه خیالمون راحت است. دوران کودکی رو، دوران طفولیت رو گذروندن، از این بابت خیال ما راحت. کشف جسد دو نوجوان مفقود شدن، باز دو نوجوان رو دزدیدن کشتن در گلستان. و اما پیدا شدن سر بریده یک زن و مرد در محله شیخ بهایی تهران، تیکه تیکه کردن، جاهای دیگه مختلف گذاشتن. این همون معنویاتی که قرار بالا بره. بریدن سر هست، کودک ربایی هست، کشتن دو نوجوان هست، اینا بخشهایی از معنویات هست، همون معنویاتی که به در دیوار تهران نوشته میشد اسلام خون میخواهد، انقلاب خون میخواهد. بقیه معنویاتش هم به همین قبیل هست. در این میان همونطور که اشاره کردم فقط باید شکرگزار باشیم شب و روز که روحانیت ما طفل نیستن که ربوده بشن، قابل روایش نیستن، ربودن نیستن، یا از مزان ربوده شدن یا از وسوسه انگیزی برای ربوده شدن دیگه این مرحله رو پشت سر گذاشتن. اما یک خبرهایی رو من دیدم که اینها واقعا تهمتهای بیش نیست، چه از زبون خودی ها، چه از زبون غیر خودی ها و چه از زبون خیلی غیر خودی ها. هر چه که هست، این حبوباتی که مطرح میشه، خودی غیر خودی و از این قبیل. یکی از آقایون اومده نماینده مردم شاهینشهر در مجلس گفته، آقای حسین علی حاج دلیگانی آمده و گفته برخی مسئولان دنبال کسب منافع از قبل انقلاب برای اطرافیان خود هستند. زهی اشتباه محض. کدوم مسئولی رو شما میشناسین این کار دنبالی همچی چیزایی باشی؟ شما بعد 37 سالین چه تهمتی است میزنید اصلا؟ بله،
بعدش هر تهمت بیش از این مجموعه سازمان ها و ادارات به جان بیت المال کشور افتادن. چنین نیست، ابدا چنین نیست. یعنی شما راحت آقای حاجی دلیگانی بعضی از مسئولان دنبال کسب منافع از قبل انقلاب هستن، ابدا. الان دیدید آقای بقایی اون دکل مکلا گم شد، این پول هایی که از این ور رفت به اون ور منتقل شد از حسابی به حساب دیگه، این به حساب کسب منافع نیست، اسامی دیگه ای هم داره. و بعد از این بدتر این که همین روزنامه حکومتی اطلاعات آمده پرسیده جسارتن چرا دادرسی به اتهامات یک طبقه سیاسی اینقدر طول میکشه؟ خب به شما چه مربوط؟ طول میکشد که میکشد. بله، ایشون اشاره کرده به سخنگوی آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، که گفته برای ما این طایفه و آن طایفه تفاوتی ندارد، به حساب جرم همگان از هر طایفه ای باشن رسیدگی خواهد شد. بفرمایید. آقای اژه‌ای که دروغ نمیگه و اساسا مگه شما روحانی دیدی تا به حال دروغ بگه؟ ابدا. اینی که راستگویی رو نمیدونن با میونه ای ندارن بحث دیگری. و اما آقای مایلی کهن که از ستارگان فوتبال ما هستن و در تیم پرسپولیس و الان اگر اشتباه نکنم مربی ملوان هستن، ایشون هم صحبت هایی کردن، حرف هایی زدن که ببینیم تا چند روزی واقعیت داره. با هم میشنویم فایل صوتی سخنان آقای مایلی کهن رو. بعد شما میگید تیم ملی جام جهانی، بابا ما اگه رژیم سابق بود که الان ممکن قهرمان جام جهانی هم بشیم. ببخشید من بدون تعارف میگم، این طبیعیه. من الاتون مرسیم که من دعوت نمی کنم. اونجا جای چیز مسئولین محترم قوه قضاییه است. من اگه دروغ میگم بگید دروغ میگید دیگه. شما بفرمایید که صف اول کی نشسته بود؟ مثلا گفتش که مثلا تاج، البته من نباید بگم تاج چون اصلا تاج عوض شده دیگه، باید بگیم استقلال. متوجه این؟ ما نباید بگیم تاج، باید بگیم استقلال. خب چه بهتون بگم، همین آقایون، آقای استقلال، منظورم تاجه، با آقای استقلال اصلا کاری نداشتم. آقای استقلال در حد من نیست، اینو بلندم میگم. و با ببینید چه اشکالی داره آقا، ما بیایم ببینیم، ما یه قانون داریم تو کشورمون، از کجا آورده اید؟ به خدا اگه اون عمل کنه همه چی کشور ما درست میشه. من مایل کنم قبل از انقلاب با این که بچه کلفت بودم هم خونه داشتم. استقلال چی داشته؟ از کجا آورده؟ که الان به 100 میلیارد باید بگه پول خورد؟ ما شاید تلاش کردم. تلاش چه جوری کرده؟ شما اگه کم تلاش میکنه. من پولدار بودم تو ایران، رابطه مستقیم با پدر دارم. جن خوبه. بله خب، عرصه ورزش ایران هم بعد از انقلاب همون شد که در عرصه هنر و بقیه زمینه ها. در تلویزیون بارها من اشاره کردم که حکم به دست کسانی دادن مشابه این حکم که شما از تاریخ 3/5/58 به سمت پرویز یا حقی منصوب می شوید. من انتظار داشتم ویولون به اندازه استاد بزرگ و ارجمند موسیقی ایران یا حقی بنوازید و هیچ متوجه این نبودم که با دادن حکم هنری تولید نمیشه. اشاره کردم به جام جهانی در 1978، جام جهانی من یادم هست که در جریان انقلاب مردم روزها میرفتن انقلاب و بعد شبها می نشستن پای تلویزیون به دیدن جام جهانی. اولین باری که ایران به جام جهانی رفت حشمت مهاجرانی ارجمند که تیم ایران رو به جام جهانی بود. امروز روز به اینجا رسیدیم که آقای مایلی کهن اشاره کردن. همینجا من اشاره بکنم که صحبت فوتبال شد، یکی از فوتبالیست‌های صاحب نام، یکی از ستارگان فوتبال خوزستان و ایران در زمان ما به تازگی از جهان رفت، آقای مصطفی خراجی، از فوتبالیست‌های صاحب نام در تیم شاهین و سپس پرسپولیس. روانش شاد باد و به هر حال امیدوارم همه فوتبالیست‌ها روزگار خوبی داشته باشن، همه ورزشکاران ما روزگار خوب و خوشی رو داشته باشن در پرتو ولایت فقیه و قوانین موجود و هر چه که هست و نیست و اینها. آیا شدنی است؟ پرسشی است در برابر
بودی ورزشکاران عزیز و ارجمند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. برای اینکه عدالت کاملا برقرار شده باشه، اونطور که آقای بقایی اشاره کرد، در گوشه از زندان 13 ماه هست کسی در زندان هست، اجازه تلفن ندادن. این طبعا اوج آنچه که در زندان میگذره نیست. آنچه در زندان کرزک و جاهای دیگه گذشته، اوین و جای شهر و اینها هر روز و شب در جریان هست، ابعاد دیگری داره. اما در خیابون ها برای اینکه عدالت همچنان برقرار باشه و همچنان بیاد داشته باشیم، به خصوص دختران ایران و این نظم و نظامی که به هر حال در دولت دوم شیخ پرزیدنت هم میشه منتظر بود همچنان ادامه داشته باشه، گوشه ای رو میبینیم از رفتار با دختران ایرانی در حکومت و جمهوری فقی. در این زمینه صحبتی داریم پس از دیدن این گزارش تصویری. من این ویدیو رو چند بار دیدم و شمردم، تا اونجایی که تونستم تشخیص بدم حدود 8 نفر درگیر بودن برای اینکه دو تار موی این دختر نازنین بیرون اومده یا هر دلیل دیگه از این قبیل. و این 8 نفر رو من حساب کردم، بارها اینو اشاره کردم در برنامه پنجشنبه شبها، اگر هر کدوم از اینا 4 بیل 2 بیل بزنن در روز، ما میتونستیم چند کارت تروبچه داشته باشیم. و شما اینو ضرب در تعداد این گشتای ارشاد که بکنید، ببینید تولیدات تروبچه ما به کجا میرسید. حالا اگر ریحون و جعفری و بقیه چیزا هم کاشتیم و پیازچه به خصوص، اینها ما میتونستیم صادر کنیم. برحال اینی که دو تارمون دختر نازنینی بیرون هست، ما تروبچه کاری رو رها میکنیم و میایم به این اهم میرسیم. باید من فکر میکنم شیخ پرزیدنت فکری به حال این داستان بکنه و تمام اطرافیان و اکنافیان که چگونه ما میتونیم تولید تروبچه رو در ایران بالا ببریم. حداقل کاری هست، حالا با بهره‌برداری از تکنولوژی هسته‌ای شاید، یعنی که ایران تمام زمینه‌ها رو ول کرده و رفته دنبال تولید انرژی هسته‌ای. این بحثی طولانی فعلا بهش نمیپردازیم، ولی به هر حال این انرژی هسته استفاده کنیم یا نکنیم، به این طریق باز هم از اون پیشنهادهایی است که من در برنامه‌های پنجشنبه شب میدم. اما آیا مورد توجه جای مسئولان قرار میگیره؟ وظیفه ما دادن پیشنهاد هست، الباقی به ما چندان مربوط نخواهد شد. امیدوارم که این داستان کنار گذاشته بشه. این چند جوانی که مواظب هستن این دختر نازنین از اونجا نگریزه، این قضیه رو رها کنن و بیل و کلنگی و باغبانی و هر چه که هست و بیل و بیلچه و آبی آبیاری و تروبچه و سبزیجات و سیفی کاری هم شاید مفید باشه. یک خبر من دارم که رئیس اداره محیط زیست آمل معرفی یک واحد معدنی به مراجع قضایی برای برداشت و تخریب قله دماوند انجام شد. این آقای بهمن صادق نژاد این رو گفته و شرح داده که این قله دماوند و این جینین دیگه، عکسایی رو ما داشتیم که رفتن در دامنه کوه رو دماوند و جای دیگه رو رفتن، آرام آرام به طرف قله پیشروی داره میشه.
گفتم معده ما امت همیشه در صحنه و البته گاهی هم هاج و واج، اینها معده خیلی قوی شده. قبل از انقلاب یه چیزای معمولی رو میخورد، نهایتا چند متر زمین بود و از این قبیل، ولی الان جنگل خاری هست، دریا خاری هست، زمین خاری که توسعه بسیار، بیابان خاری هست، کوه خاری هست. ما یه کمی ادامه بدیم این معده انقلابی امت همیشه در صحنه چنان قدرتمند شده که میتونه حتی کوه البرز رو هم یک جا به مرور محو کنه. دیگه دیوید کاپرفیلد و اینا نمیخواد که میان با شعبده بازی مثلا فرض کن مجسمه آزادی رو محو میکنه. چند سال فرصت داشته باشیم کوه دماوند، قله دماوند، همه اینها رو ما به هر حال میتونیم محو کنیم و از دید پنهان کنیم. شاید هم بهتر باشه این کوه ها رو کم کم محو میکنیم و شاید نسیمی به وزه، من نمیدونم از اون ور کوه ها چه خواهد شد، آیا کوه ها برداشته میشه نمیشه، اینو بحثای دیگری است. اما این قله دماوند آرام آرام، من میترسم آخر برنامه همیشه من اسامی کوه ها رو میگم، اگر اوضاع به این طریق پیش بره کوهی هم برای ما نمونه که در آخر برنامه اسمی از اون ببریم. به هر حال این خبر رو گفتم که دادن آقای بهمن صادق نژاد. اون طرف قضیه هم هست که معاون توسعه و پیشبینی تحقیقات هواشناسی استان اصفهان، بارها اشاره کردم که عناوین در جمهوری اسلامی، جمهوری فقیه، عناوین طولانی هست، اینا رو چطور می نویسن روی میزاشون میذارن نمیدونم، یعنی بعض وقتا پس بنابراین میزها رو باید طولانی تر هم کرد که این عناوین جا بگیره. معاون توسعه و پیشبینی تحقیقات هواشناسی استان اصفهان، ایشون آمده گفته 95% مساحت اصفهان درگیر خشکسالی بلند مدت است. بشتابید زمینخواران گرامی، بشتابند که مهیا شد برای ساختن شهرک و شهرهای تازه و فروش و باز کردن مؤسسات اعتباری مالی مانند کاسپیان برای ساختن منزل و خانه و بعدن هم الباقیش دیگه به من و شما و سهامداران و سهمگذارندگان مربوط نخواهد شد. که چه خواهند کرد؟ سهامی رو که میذاریم مثل بنیاد مالی اعتباری کاسپیان، چه بسر اون سپرده ها خواهد آمد؟ دیگه مسئله من و شما و سهامداران و سپرده دهندگان دیگه نیست، فقط ما دیگه وظیفمون این هست بریم اعتراض کنیم و اینها بگیم چه شد، سوال کنیم، بیشتر سوال کنیم. یکی از اتفاقاتی که افتاد در روزهای اخیر باز هم لغو کنسرت هایی بود، لغو کنسرت آقای ناظری، شهرام ناظری عزیز بود که گفتم به خاطر حفظ جان ایشون و جان کنسرت اعضای ارکستر بوده یا مردم بوده که میرفتن. اولین بار نیست که کنسرت آقای شهرام ناظری یا بقیه خوانندگان دیگری در ایران لغو میشه. ظریفی، نه محمد جواد ظریف، یک گزارش ویدئویی منتشر کرده در اطراف تئاتر شهر تهران که یک روحانی شیعه در حال سخنرانی هست و این برم یکی یک کنسرت که چه از کنم گروهی از صاحبان ذوق، نوازندگان عزیز، اونها مشغول نواختن ساز هستن در میان مردم و اشاره کرده در زیر این ویدیو که این به اصطلاح نشون میده که چرا ملایان با برگزاری کنسرت مخالفن، چون رونق دستگاه اونها رو میبره. تا چند از این نظر واقع بینانه است یا نیست خود شما میتونید قضاوت کنید، با هم میبینیم. بله، خب این منظره رو دیدید در کنار تئاتر شهر، این سو چنین آن سو چنین تر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بهشت من و پردیس من.
شادی هنرمندان ارجمندی که این گوشه و اون گوشه خیابون‌ها می نوازند و می خونند با دوام و روز افزون باد. لحظات دیگه به پیام‌های شما عزیزان می پرد. خدمت همه پرسنل ایران فردا، خود سنای چالنگی، آقای نوری‌زاده و آقای شاهین‌پر عزیز. من الان دارم برنامه تفسیر خبر سه‌شنبه ده مرداد رو دارم نگاه می‌کنم. دو تا نکته بزنم رسید که من حالا می‌خواستم که آقای چالنگی رو از بینی که واقعا خیلی کشون دارم می‌خواستم بگم، حالا اگه به صلاح می‌دونم حالا این رو مد نظر قرار بدم. یکی اینه که خب کسایی که رفتن رای دادن حدوش 40 میلیون رای دادن، 34 میلیون رای ندادن، 34 میلیون، و ما اعتقاد داشتیم که من خودم یکی از اون کسام رای دادن، اعتقاد داشتیم این کار درسته. ایشون اعتقاد داره که نه، مثلا نبود رای میدادیم. حالا خواهشی که داریم اینه که خب این رو خیلی بولد به عنوان یک آدمی که داره مثلا این برنامه رو اجرا میکنه انتظار داریم که حالا هرچند که نظرشون به یه قسمتی نزدیکتره ولی یه ذره بی‌طرف باشن. یعنی مثلا تو این کارشناسایی که هستن، آقای طاهری و یه نفر دیگه که از ایران از آقای معیدی، ایشون کاملا مثلا دارن این برنامه‌ای که همینجوره به نفع این آقای طاهری دارن میان. و من یه نکته دیگه هم اینه که تصورم از کارشناس سیاسی اینه که سواد سیاسیش، تحلیل مسائل سیاسیش باید از میانگین مردم بیشتر باشه. من واقعا آقای طاهری رو علاقه احترام، ولی من نمیدونم در این حد واقعا نمیتونم ببینم. یعنی اصلا ایشون فکر نمیکنم مطلع باشه اصلا داخل ایران چه خبره. خیلی ممنون و تشکر میکنم از برنامه های خیلی خیلی خوبیتون. امیدوارم که این رو از این کامنت من رو به عنوان خیرخواهی ببینید. قربان شما، خداحافظ. سپاسگزار هستم از توجه شما بیننده عزیز در هر کجا که هستین. من مطمئن هستم که آقای کاوه طاهری عزیز هم کامنت شما رو حتما ایشون به دیده به اصطلاح خیرخواهی نگاه میکنن. نکته رو که اشاره میکنید در مورد بیطرفی تحلیل کنندگان، مدتهای مدیدی هست که موضوع بیطرفی در تحلیل، در خبر، در مسائل مربوط به چون موضوعاتی در سراسر جهان تقریبا به اون شکل قدیمی خودش از میون رفته. در همین آمریکا شما به هیچ وجه که آزادی بیان به شکل گسترده وجود داره، هیچ نوع رسانه‌ای رو شما سراغ ندارید که، و هیچ تحلیلگری رو حتی سراغ ندارید که جنبه بی‌طرفانه ای رو در تحلیل های خودش داشته باشه. حتی از انتخاب موضوع آغاز میشه جانب داری. اما اون چیزی که اشاره کردید راجع به آقای طاهری عزیز، من گمان نمی کنم چون باشه، با همه احترامی که برای نظر شما قطعا قائل هستم، آقای طاهری تا اونجایی که من میدونم و اطلاع دارم و از گفته هاشون برمیاد به طور دقیق اوضاع ایران رو دنبال میکنن. میونگین بالاتر بودن از میونگین فرهنگ یا فرهنگ سیاسی مردم، این یک بحثی است که چطور میشه آمار گرفت و چگونه میشه میونگین رو تعیین کرد. بسیاری هم هستن، نظر شما بسیار محترم، بسیاری هم هستن که نظری مخالف نظر شما دوست عزیز دارن و در پیام های کتبی یا تلفنی که برای من دادن نظرشون رو درباره مهمانان برنامه از جمله آقای طاهری مطرح کردن. با سپاس بسیار بسیار از شما و امیدواریم در برنامه های آینده نیز پیامی نظری داشته باشید حتما برای ما بفرستید. پیام بعدی رو با هم میشنم. الو، سلام جناب آقای چالنگی عزیز. با سلام و درود فراوان خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، لازم است که
به اطلاع برسانم من در خوزستان زندگی میکنم، زادگاه هم شهرستان مسجد سلیمانه. امروز یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران، اولین لژیونر فوتبال ایران، خوزستان و مسجد سلیمان را خدمت جناب‌عالی و کندیه پیشکسوتان و ورزش دوستان و ورزشکاران عزیز ایران، به ویژه فوتبال دوستان خوزستان و شهرستان مسجد سلیمان را تشکر کنم. جناب چالنگی، بنده صحبت‌های زیادی دارم با جناب‌عالی در رابطه با شخص جناب‌عالی. من کسی هستم که افتخار میکنم که شهروندی مثل شما دارم و باعث افتخارمه و بعد میرسانم اگر لازم باشد اسم خودم را خواهم گفت و به شما افتخار میکنم. باعث سربلندی مملکت ایران، به ویژه مردم عزیز خوزستان و مردم عزیز مسجد سلیمان، با تشکر فراوان. سپاسگزار هستم از محبت شما، ابراز لطف شما باعث افتخار من هست. همشهری نازنینی مثل شما و همشهریان گرامی دارم در مسجد سلیمان و هموطنان عزیز، باعث افتخار من هست. من متاسف شدم، اشاره کردم در برنامه به درگذشته، چون پیام ها رو ما چند روز قبل میگیریم تا میرسه امروز به دست من رسید که پخش میشه، ولی در قسمت فنی پیام ها میمونه. چند روز پیشتر این پیام رو قطعا فرستادن. روز درگذشت مصطفی خراج، انسانی سرشار از انرژی، سرزندگی، مهربانی. و من یادم هست دوران دبیرستان که بودیم، آقای خراجی، مصطفی خراجی، آغاز درخششش بود در زمینه فوتبال. هیچ وقت مصطفی خراجی رو مردم مسجد سلیمان بدون خنده و شوخ طبعی ندیده بود. رفتن اون طبعا باعث غمگینی بسیاری شد، از جمله من در خارج از کشور و بسیاری از همشهریانم عزیز من در شهرهای مختلف ایران و خارج از کشور. به شما من نیز تسلیت میگم، به خانواده ارجمند خراجی تسلیت میگم، به تمام دوستداران او و همتیمی های مصطفی خراجی بزرگ، روانش شاد باد. با سپاسی دوباره از شما دوست و همشهری گرامی و ارجمند. پیام بعدی رو میشنم. جناب آقای چالنگی، سلام عرض خدمت. عرض کنم خدمت شما که ببینید، شما افرادی رو که دعوت میکنید اینا اصولا در یک زمان گذشته‌ای دارن تیه میخورن. الان مردم و وضعیت ایران خیلی جلوتر از تصویر و تحضیل این ها. الان این زمانی که اسم دو نفر ببری یا مثلا بگن که مخالفی یا موکر یا مفسر هستی یا نیستی، این زمان دیگه گذشته. مردم یه چیزای بالاتری در فکر میکنن، هم وقت خودتون، هم وقت تلویزیون، هم وقت مردم گرفته میشه، حرفهایی زده میشه که در گذشته له شده و رفته. اینه که الان موسوی چه شخصیتی داشته یا جناب داره، چه موقعیتی داره، اینا هیچ کدوم گواهی در ایران نیست. خواهش من اینه که افرادی که دعوت میکنید در اونجا حداقل افرادی بشن که از مطالعات بالایی برخوردار بشن. من نمیگم حالا چون این آقای نشتنن جوان هستن، حداقل سن بالایی داشته باشن، حداقل مراودات اجتماعی رو بلد باشن، حداقل بدونن چی باید بگن که امروز چاره ساز مردم بشه، چاره ساز کشور بشه. اینه که اینها هر کس یکی رو علم کنه و خودش رو معرفی کنه به این بهانه که مثلا من موافق نظامم یا مخالف نظامم، یا با این سوژه بخواسته بشه آدمی رو معرفی کنه که به حقه،
این به نظر من چاره ساز نیست. خواهش من اینه که افرادی که دعوت میشه افراد پر باسواد باشعور سابقه دار و اینه که آینده رو خیلی جلوتر از مردم ببینن و تصویر بدن و انشاءالله سالها رخت و سابش دستتون درم نکنه. سپاس. با سپاس از شما دوست عزیز. در هر کجا که هستید قطعا مهمانانی که در برنامه هستن هم از جوان میان سال و کهن سال هر که هست دارای شعور هستند و دارای آقایی با درجات متفاوت نسبت به اون که در جامعهشون میگذره در ایران میگذره. البته نکاتی که شما اشاره میکنید من ناچارم به یک موضوع اساسی اشاره بکنم، این که آیا از یک تحلیلگر سیاسی، کسی که در جایگاه تحلیلگر سیاسی نشسته، حالا در اون جایگاه مناسب هست نشسته یا نه، با میشه انتظار داشت که راه حل هایی برای مشکلات مردم بده؟ این بحثی است. من تصور نمی کنم تحلیلگران سیاسی دهندگان راه حل مشکلات و مسائل باشن. شاید نهایتا توانایی اونها هدایتشون بکنه بر اینکه اوضاع رو چگونه، واقعیت اوضاع رو به ها نشون بده به چه شکل هست. امیدوارم همین باشه که شما میگید، که مردم در کل امیدوارم که چنین باشه که بسیاری از مسائل رو حل کرده باشن و رو به آینده داشته باشه جامعه ایران. بنابراین خب در چنین صورتی وقتی ملتی خودش رو به آینده داره و آینده رو پیش بینی میکنه و میبینه، طبعا راههایی رو هم جستجو خواهد کرد که چگونه به اون آینده مورد نظرش برسه و نه اینکه این رو تشخیص بده و منتظر باشه تحلیلگری از خارج از کشور یا جای دیگه براش راه رو نشون بده. اگر کسی برسه به جایی که بدونه در کجا میخواد بره، طبعا خود اون بیش از هر کسی در جستجوی راهی رسیدن به اون نقطه هدف خواهد بود. اون چی که من گفتم خدمت شما مغایر با فرمایش شما نیست، شاید تکمیل فرمایش شما هست و اجازه بدید که این کسانی که در برنامه هستن، هم از جوانان نازنینی که میان، که من به قصد همراه با تهیه کننده نازنین برنامه که تمام دستپخت کار تهیه برنامه حاصل تلاش های بسیار او هست، امین عزیز، جوان بسیار بسیار نازنینی هست که انگار تجربه 20-30 ساله در این کار داره، حالون که بسیار جوان هست همین عزیز ما. اجازه بدید که سرآغازی باشه برای راهی که در پیش دارن و همه اونها در دلنگران اوضاعی هستن که هست و در جستجوی شاید علی‌رغم اون چیزی که من اشاره کردم راهی برای رسیدن به هدف مورد نظر شما نیست. با سپاس دوباره از شما. پیام بعدی رو میشنویم. پیام برای آقای چالنگی در تفسیر خبر. آقای چالنگی عزیز، به واقع خیلی من متاسف میشم که این همه تلویزیون در تمامی امریکا و اروپا وجود داره و متاسفانه به اموری که باید برای مردم رسیدگی بکنن، به امور اجتماعی، سیاسی و غیره رسیدگی بکنن، ما میبینیم که یه همچین خبرهایی نیست. بعضا خب برنامه شما بسیار جالبه، ما چون استقبال میکنیم و چون شما هم به انتقادها و بحثها اهمیت میدید، ما برای شما پیام میشهیم. الان چند وقتی که آقای کروبی متاسفانه یا آقای موسوی به دلیل مشکلات بیماری به بیمارستان رفته آقای کروبی و شدیداً تبلیغات زیاد شروع شده و چپ و راست خواستار این هستن که اونا باید از حض در بیان. من با اینکه اونها رو به هیچ عنوان قبول ندارم و میدونم که اینها اثرات منفی در جامعه ما گذاشتن و اینها افراد انقلابی هم نبودن و در اوایل انقلابم تا اونجایی که تونستن ضرر زیان به مردم رسونن، به خصوص آقای موسوی که میخواست مردم رو
به دوران طلایی خمینی ببرن. الان میبینید صدای بی بی سی با اشتیاق نیم ساعت برنامه میذارن در برنامه های مختلف، میبینید که راجب مشکلات کروبی خواستار این هستن که اینا از هستر بیان. دوست از این روشن برای من دست کم نبود که پیام شما چی هست، شاید به این دلیل که پیام شما قطع شد از یه جایی. به من خبر دادن که پیام شما از یه جایی قطع شد از اواخر همین صحبتی که کردید. این خواهش رو داشته باشم از شما عزیزان که پیامتون قطعا زیر 2 دقیقه باشه، چون قطع خواهد شد، یعنی حتی المقدور 1 دقیقه و 30 ثانیه باشه. سپاسگزار خواهیم بود. به هر حال نظرات مختلفی از رادیو تلویزیون های دولتی و حکومتی در کشور خارج از ایران که بخش های فارسی زبان دارن، اینها سیاست هایی رو دنبال میکنن. حالا کسانی مثل من شاید با اون سیاست ها مخالف باشیم یا به هر حال اون سیاست ها رو نتونیم باش به نحوی کنار بیاریم، این بحث دیگری است. ولی پیام شما اگر در بردارنده این هست که به موضوعات دیگری پرداخته بشه، به هر حال هست این 2 نفر یا 3 نفر هم یکی از موضوعات هست که برای یک عده‌ای شاید مهم باشه، وگرنه خب همونطور که اشاره کردید آقای موسوی هم دستی داشته در این حکومت و بازگشت به دوره طلایی امام از خواستای ایشون بوده، و آقای کروبی هم که نگو نپرس که چه سمت‌هایی داشته در این حکومت. سپاسی دوباره از شما دوست عزیز در هر کجا که هستید. به پایان برنامه رسیدیم. با ما میتونید ضمناً از طریق کانال تلگرامی که میبینید پیام‌های صوتی خودتون رو بگذارید. حدود 1.5 دقیقه در اینجا، من نمیدونم آیا تلگرام هم بیشتر 2 دقیقه ضبط میکنه یا نه، ولی حداقل کوتاه باشه پیام‌های شما عزیزان از طریق کانال تلگرامی که روی صفحه تلویزیون میبینید. از کانال دیگری میتونید لینک برنامه رو تا ساعت دیگه دنبال کنید و همینطور روی وبسایت ایران فردا. شماره تلفنی هم که شماره تلفن ارتباطی ما هست. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برنامه آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوهساران دناد را کلوند کوه زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.